با درود خدمت دوستان گرامی، مهدی محجوب هستم و این ویدئوی آموزشی در مورد یکی از کیفیت‌های بصری خیلی کاربردی در طراحی گرافیک، یعنی نظام شعاعی یا رادیشن هستش. نظام‌های شعاعی به شیوه‌های چیدمان عناصر پیرامون یک ناحیه مرکزی گفته میشه. نظام‌های شعاعی باعث ایجاد تعادل خاص در کار گرافیکی میشن و یکی از انواع ساختارهای فرمال به حساب میان. در طبیعت ساختارهای دارای نظام شعاعی زیادی داریم. وقتی شیئی به داخل آب میفته، امواج حاصل از اون افتادن تشکیل ساختار شعاعی میدن. یا خیلی از گلها ساختار شعاعی دارن. تو پرانتز بگم که همونطور که میدونید، ساختار در واقع همون اسکلت بندی یک کار گرافیکیه که مثل اسکلت و تیراهن‌های ساختمون خودش دیده نمیشه، اما اثر و نتیجهش در شکل نمای ساختمان یا محصول نهایی نمود پیدا میکنه. میشه گفت ساختار مثل استخوان‌های انسان هستش و طرحی که بر مبنای اون میزنیم مثل نمای بیرونی بدن انسانه. و خب مثال‌های بیشتری هم میشه زد. ساختارهای دارای نظام شعاعی هم مثل سایر ساختارها اثرشون رو در نتیجه نهایی کار ما نشون میدن. با این توضیحات لازمه بدونید من در این ویدئو برای آموزش انواع نظم شعاعی برای درک بهتر از خطوط ساده استفاده میکنم. اما یادتون باشه که تو کار گرافیکتون ممکنه این خطوط به وضوح دیده بشن یا اینکه خود خطوط شعاعی دیده نشه، بلکه عناصر روی اون خطوط الگو دیده بشن و ساختار شعاعی شکل بگیره. چند نمونه از نظام‌های شعاعی که شاید قبلاً باهاشون برخورد داشتید رو ببینید تا بعد بیشتر توضیح بدم. مهمترین مشخصه ساختارهای دارای نظام شعاعی داشتن حداقل یک نقطه کانونیه. این نقطه کانونی الزاماً وسط کار طراحی شما نیست. الزاماً هم شکل نقطه نیست. مشخصه دیگه این ساختارها وجود نوعی از تقارن در اونهاست که ممکنه خیلی هم پیچیده باشه. مشخصه بعدی نظام‌های شعاعی ایجاد انرژی و حرکت در نگاه هستش. در این ساختارها چشم از بیرون به سمت یک نقطه کانونی یا برعکس از اون نقطه به سمت بیرون هدایت میشه. این هدایت چشم بیننده طبیعتاً در کار طراحی گرافیک یک هدفی داره که بسته به هر کاری فرق داره. این در اصل مهمترین کاربرد نظم شعاعی در طراحی گرافیکه. چون ما تو گرافیک خیلی مواقع میخوایم یک نقطه کار رو حساس کنیم تا بهش توجه بشه. یک پیام، یک چهره یا هر چیز دیگه که وسط کانون قرار داده میشه. تا همین جای کار مشخصه که وقتی شما یه سوژه رو در نقطه کانونی یک ساختار شعاعی قرار میدین، احتمالاً بیشتر دیده میشه. میگم احتمالاً چون عوامل زیادی در طراحی گرافیک میتونن باعث جلب توجه بشن. ساختارهای شعاعی نقطه کانونی شدید دارن و ایجاد ارتعاش و نوسان بصری در چشم بیننده می کنن. یعنی در واقع حرکت بصری قوی ایجاد میشه و نگاه بیننده از حالت سکون میاد بیرون. پس ساختارهای شعاعی دو جزء اصلی دارن، شامل ناحیه کانونی و واحدهای پیرامونی. بر این اساس ساختارهای شعاعی سه نوع اصلی پیدا می کنن. من این انواع و بعضی زیرمجموعه های مهمشون رو میگم، اما به یاد داشته باشید که خیلی موقع اینطور مرزبندی شفاف بین انواع نظام های شعاعی وجود نداره. این تقسیم بندی ها صرفاً برای آموزش راحت تره. خیلی از این انواع هم کاربردشون حداقل در طراحی گرافیک خیلی کمه. مثلا ممکنه توی معماری یا طراحی لباس و امثال اینا بیشتر استفاده بشن. این سه نوع نظام شعاعی عبارتند از 1. ساختارهای شعاعی گریز از مرکز.
2. ساختارهای شعاعی متحد المرکز و 3. ساختارهای شعاعی متمایل به مرکز. ساختارهای شعاعی نوع 1 یا گریز از مرکز رایج‌ترین نوع ساختار شعاعی هستند. در این ساختارها عناصر تصویری در مسیر قرار می‌گیرند که از یک نقطه کانونی یا از مجاورتش عبور کنند. این نقطه کانونی می‌تونه از لحاظ ارتعاش و حرکت بصری متنوع باشه و به اشکال مختلفی دیده بشه. مثلا نقطه کانونی گریز از مرکز ممکنه در نقطه غیر از مرکز واقعی دوایرمون باشه. یا اینکه اصلا به شکل نقطه نباشه و دارای شکل و سطح باشه یا حتی ترکیبی باشه. یعنی مثلا اگر اون نقطه وسط تبدیل به یک شکل ضلعی بشه ممکنه دارای 6 نقطه کانونی بشه. یعنی در 6 محل شعاعهایی که از مرکز رد میشن به هم نزدیک میشن. ممکنه نقطه کانونی در این نوع ساختارها بیش از یکی باشه و به این ترتیب توجه به 2 مرکز جلب بشه. اینجا خطی که 2 نقطه کانونی رو به هم وصل میکنه از مرکز کلاسیک یا فیزیکی کار رد میشه. به همین ترتیب ما ممکنه نظم شعاعی چند قسمتی داشته باشیم که هر کدوم مستقل و نقطه کانونی خودشون رو داشته باشن. در واقع مسائل در مرحله اجرا ممکنه به سادگی این تعاریف که میگم نباشن. خطوط ساختاری فرضی منتهی به نقطه کانونی هم الزاماً خطوط صاف نیستن و ممکنه شکسته یا منحنی باشن. نظام‌های شعاعی نوع 2 یا متحد المرکز شکل دیگری از قرارگیری شعاعی عناصر هستند. ساختارهای مورد نظر در اینجا خود نقطه کانونی و همینطور همدیگر را قطع نمی‌کنند، بلکه دور نقطه کانونی مثل مدار سیارات دور خورشید قرار می‌گیرند. نمونه کاربردی و آشنای اون بعضی از طرح‌های ایرانی اسلیمی هستش. شکل پایه‌ای این دسته از ساختارهای شعاعی مجموعه ای از دوایر هستند که مرکز همشون با هم مشترکه. حالا لزومی هم نداره که این ساختار دایره‌ای الزاما خودش رو به شکل دایره کامل یا اساساً دایره نشون بده. ساختار منظم شعاعی متحد المرکز جور دیگه هم قابل ایجاده و هر نوع شکلی میتونه متحد المرکز بشه. اون مرکز مشترک هم لزوماً وسط در وسط این اشکال نیست و با حرکات اشکال داخل همدیگه ممکنه به یک سمت نزدیک بشه یا چند قسمتی باشه. اما به هر حال ساختار هنوز تابع نظم شعاعیه. اشکال مارپیچ هم نوعی ساختار شعاعی متحد المرکز هستند. نوع منظمش رو شاید در طراحی‌های کاشی‌های داخل بعضی از مساجد دیده باشید. البته معمولاً ایجادش به اون شکل منظم سخته و با حفظ نظم شعاعی ممکنه کمی از اون شکل تمیز مارپیچی خارج بشه. ساختارهای شعاعی متحد المرکز ممکنه 2 یا چند مرکزی هم باشن. یا اینکه برعکس مرکزشون در خود کار دیده نشه. مثلا خارج از صفحه طراحی ما باشه. ولی ما از ساختار منظم شعاعی متوجه وجود یک مرکز بشیم. گاهی ساختارهای شعاعی متحد المرکز با گریز از مرکز ترکیب هم میشن. نوع سوم نظامهای شعاعی ساختارهای شعاعی متمایل به مرکز هستند. عناصر پیرامونی در ساختارهای نوع سوم به مرکزیت نقطه کانونی نیستند، اما انگار نیروی اونها رو به سمت کانون میکشه. در واقع انگار به جای خود اشکال دور کانون، زوایایی از اونها رو به کانون قرار میگیره. ممکنه این ساختارهای متمایل به مرکز خیلی منظم باشن یا اینکه جهتدار و نامنظم باشن، اما همچنان در نظام شعاعی قرار داشته باشن. در وسط این بخش‌های خمیده میشه اشکال مختلفی درآورد که در طراحی گرافیک کاربرد زیادی داره.
خب حالا که این سه نوع ساختار شعاعی رو باش آشنا شدیم، یه چند تا نکته ضروری هم در ادامه بهتون میگم. باید دقت کنیم که این سه حالت نظام شعاعی به هم وابسته هستن و خیلی مواقع همپوشانی دارن و ما برای آموزش بهتر اونا رو با تفکیک توضیح میدیم. با قرارگیری انواع نظام شعاعی روی هم میشه طرح‌ها و پترن‌های جالبی تولید کرد. در ساختار منظم شعاعی ممکنه گاهی تکرار دخالت بکنه و اشکال جدیدی ازش بشه استخراج کرد. در مورد تکرار قبلا در یه ویدئوی مستقل صحبت کردم که لینکشو براتون میذارم. معمولا چنین تغییری که با تکرار همراه باشه ایجاد حس داینامیک و حرکت میکنه. این کار مثلا با برش دادن خطوط متحدالمرکز ممکنه. یا با تکرار شدن یک عنصر در یک ساختار شعاعی هم ما به ترکیب تکرار و نظام شعاعی می‌رسیم. در ساختارهای شعاعی به ویژه ساختارهای شعاعی گریز از مرکز با به کارگیری تکرار میشه اشکال جالبی مثلا برای لوگو به دست آورد. چند تاشو با هم دیگه می‌بینیم. نظام‌های شعاعی علاوه بر مفهوم تکرار با تغییر تدریجی یا گریدیشن هم ارتباط تنگاتنگ دارند که باز این مورد رو هم در یک ویدئوی مستقل توضیح میدم. خب دوستان، در مورد نظام‌های شعاعی خیلی میشه صحبت کرد، اما فکر می‌کنم به عنوان یک ویدئوی آموزش پایه همین مقدار کافی باشه. امیدوارم بتونید در کارهاتون از این ساختار هم در صورت لزوم استفاده کنید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.